همو روزی که ده بامیان رسیدم به یادم آمدی آهی کشیدم. بامیان شهر کهن دانت خدایم چو مرغی نیمی بسمل می تپیدم. یک سرزمین وسیع و یکی از ولایات مرکزی افغانستان است. با بامیان عزیز سلام، اسمی که معنای روشنایی را میده. ما امروز اینجا هستیم تا از بامیان عزیز با شما صحبت کنیم. زمان زنده است که فرهنگ خود را زنده نگه دارد. ما فعلا تشریف آوردیم به دفتر جناب سید انور رحمتی والی بامیان تا در مورد بامیان عزیز ما باشون چند صحبت کوتاه داشته باشیم. جناب رحمتی بسیار زیاد تشکر از اینکه ما را پذیرفتین و اجازه دادین با شما چند صحبت داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش آمدین به بامیان. تشکر، سلامت باشین. میخوام صحبتاتون در مورد شروع کنیم که مردم نازنین ما میتونه در هر زمانی که دوست داشته باشن به بامیان بیان و از زیبایی‌های بامیان ما دیدن کنن. بدون تردید بامیان یکی از جاذبه‌های بسیار ناب توریستی در سطح افغانستان است و یکی از افتخارات افغانستان است و شما حتما شاهد فعالیت دوباره پارک ملی بند امیر، اولین پارک ملی بند امیر و همچنین حضور مردم عزیز ما در او ساحه بسیار زیبا و شاید بگم فوق العاده بودیم و به همین ترتیب رفت آمدها شروع شده. امیدواریم تا زمانی که هوا خیلی سرد نشده و تا حتی زمستان ای به خوبی دوام پیدا کنه. بامیان با معنای عامیانه قلب افغانستان است و بام افغانستان است. هم قلب مهم است و هم بام مهم است. از همین خاطر بامیان با افغانستان مهم است و حتی با دنیا مهم است و تاریخش هم جایی که این کهن‌ترین تاریخ دنیا می باشه. بامیان هم یکی از شهرهای افغانستان است که تاریخ کهن و پرفتخار در افغانستان دارد. این خزانه اولاد تاریخی است. پس هر قدم و هر متر بامیان یک ساحه باستانی و ساحه عبادتی و ساحه توریستی در افغانستان است. ولی آماری که ما پیش ما ثبت است و آماری که ما داریم 57 عبادت تاریخی و ساحه باستانی داریم. بامیان دو کاری که نشده در بامیان و این است که موزیم بامیان و آثار باستانی و تاریخی بامیان هنوز از چشم مردم پنهان است و از چشم مردم در یک گودام است. ما در این مورد وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره محلی بامیان و مردم شریف بامیان کوشش کردند که همین موارد دیگه برملا کنه و با مردم شریک کنه. وقتی که 2003 بامیان با سازمان یونسکو ثبت شد، بعد از او کوشش به این شد که ما باید در بامیان یک مرکز فرهنگی را داشته باشیم. خوشبختانه در 2016 در حدود 45 هکتار تا 50 هکتار زمین در میسر چونه که بسیار از جای مهم و اساس شهر بامیان بود که او ساحه تقریبا از همه که زیادتر ساحه وزارت اطلاعات فرهنگ یا ریاست اطلاعات فرهنگ بود با مرکز فرهنگی بامیان داده شد. چیزی که مربوط فرهنگ و هنر و گردشگری و صنایع دستی می شود ما برش جای داریم و
در زمینی که جای برش داریم که اوجا نگهداری شده و با مردم شریف افغانستان و دنیا او بیای ببینه. ما یک مرکز آموزشی بخش فرهنگی داموسه داریم که قیمتشان تقریبا از 5 میلیون تا 6 میلیون دلار است. مردم خوشبخت است که بامیان هر وقت که میه و هر وقت دلش میخواه دروازه ولایت بامیان پیش روی مردم باز است. و یک خوشبختی دیگه با نسبت تمام افغانستان که بامیان داره، خوشبختی همدلی، همپذیری و امنیت بهتر و خوبتر از هم افغانستان است. در پلوی از اینکه بامیان یک ولایت تاریخی و باستانی است، از لحاظ طبیعت و اینکه ببینیم سرشار از منابع طبیعی است بامیان، بخوایم سوال از شما دائما رو داشته باشیم که از این منابع مثلا آب که بامیان داره و دیگر منابع چقدر به خاطر انکشاف این ولایت استفاده شده؟ من فکر میکنم آبهای بامیان یکی از مفیدترین و بهترین آبهای افغانستان است. به طور مثال این آبی که شما در بند امیر دیدین، این سرچشمه یک دریای بسیار نامدار در شمال افغانستان است که وقتی از بند امیر نشأت میکنه و طی میکنه ساحات بلخ و میره به بلخ، این به 18 نهر در بلخ تقسیم میشه و در 18 نهر آخرین قطره از این برای استفاده محصولات زراعتی و مردم عزیز ما در شمال به کار میره و یک قطره ضایع نمیشه. آب مرکز بامیان است که از اینجا میره پلوخمری، آب کهمرد است که از کهمرد بازم با این آب یک جا میشه و میره پلوخمری و این آب هم کشتزارهای وسیع و زیبای پلوخمری، بغلان و کندوز را سیراب میکنه که باز هم فکر نمیکنم این ای آب ضایع شد. ما علاوه بر منابع بسیار سرشار و ناب آب که واقعا مهمترین سرمایه مردم بامیان افغانستان است، ما معدن آهن آجگگ داریم، ما معدن بسیار سرشار و معروف زغال سنگ در کلیج، در کهمرد، در یکاولنگ، در ساحات دیگه داریم. بامیان یک سرزمین بسیار تاریخی و باستانی و سرشاری از منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی هست که امیدوارم شرایط استقرار زی فراهم شد. بدون شک ولی صاحب که برنامه ها وجود داره همیشه. اجازه بدین کم از دید مردم با شما صحبت کنم. شاید مردم علاقه داشته باشن که کچالو بتونه صادر شه به ممالک دیگه. اتو کدوم برنامه عملی میشه که شما در موردش بر ما بگین که چی هست در قبال و همچون چیزه؟ خب ای از آرزوهای مردم افغانستان و حکومت افغانستان است. شما محدودیت هایی که در زمین صادرات وجود داره عمدتا متاسفانه از طریق زمین و مشکل امنیتی را در جریان هستیم و به مو اساس ابتکار فوق‌العاده رئیس جمهور ماست که بحث دهلیزهای هوایی را مطرح ساختن و یک بخشی از محصولات کشور ما را به بازارهای جهانی رساندن و من یقین دارم که امیر رئیس جمهور و امیر حکومت پس از کرونا توجه بیشتر بر صادرات همه محصولات دهقانی ما و از جمله کچالو که بهترین محصول بامیان است به کار خواهد گرفت و اداره محلی بامیان آرزوی چیست که بتونه زمینه صادرات از این را فراهم بکنه. اما متاسفانه ما در شرایط فعلی و کرونایی یک مقدار در مضیقه هستیم که امیدواریم زودتر کشور ما را ترک بکنه و دستبال ما باز شد. مردم خیلی دوست دارن این ولایت ها. اما یک چیزی که همیشه روی زبانشان است که پیش نرفته این ولایت. ما دوست دارم از زبانش یک بار در این مورد بدانم، چون من هر جایی رفتم با مردم صحبت کردم از برق شکایت های زیاد داشتن. میتونین در این قسمت کم بر ما بگید؟ اینجا کارهای بسیار خوبی صورت گرفته. مثلا سرک شما از کابل آمدین تا بامیان و رفتین تا یکاولنگ و همچنین دو تا پروژه بسیار مهم دیگه ما در عرصه سرک داریم که سرک شش پل تا به پل خمری که بدیلی برای سالنگ های ما هست و سرک یک هولنگ تا به دریسو که این هر دو بسیار پروژه قیمتی ولایت بامیان و کشور عزیز ما افغانستان است که متاسفانه به دلیل کرونا یک مقدار با سکتگی مواجه است. هنوز کارکنان چینی سرک یک هولنگ دریسو
منتظری اخذ ویزه و عزیمت به بامیان هستند که ما منتظر هستیم بخیر با آمدن از اونها کاری و سرک شروع شود. و در این شکاری هم یک تلاش های بسیار پیشرده وجود داره برای احیای دوباره کار. کاری بسیار بسیار کاری سنگینی در اون جریان داره که انشاءالله امیدوار هستیم زودتر انجام شود. اما در ارتباط برق ما امسال یک پروژه 50 مگاواتی برق داشتیم که از طرف کشور چین اگر اشتباه نکنم قرار بود در اینجا تطبیق شود، اما باز هم به دلیل کرونا و تعویق افتیده و الا او باید شروع میشد. و یک برق 220 کیلوولت دیگه از مسیر پل خمری، او برقی که معروف شد به توتاب، این یک شاخه از اوست که تقریبا بخش زیاد از این پایه‌گذاری و شبکه‌اش در داخل شهر که اگر شما وقت داشتید میتونید یک چی از اونجا هم داشته باشین، تاسیسات خیلی خوب ساخته شده و پایه‌گذاریش تقریبا تا به پل خمری کارهای اولیه‌اش انجام شده. امیدواریم که ظرف 3-4-5 ماه دیگه ما این برق 220 کیلوولت بتونیم در مرکز بامیان بیاریم و بعد با برقی که از طریق و سیستم سولاری در راه است ما بتونیم نیاز برقی مردم بامیان. و علاوه بر از ما فرصت های بسیار خوبی در دریای کامرد داریم، در دریای بامیان داریم، ما در دریای کولنگ داریم که امیدوار هستیم این مجال ها آرام آرام استفاده شد و در مجموع این منطقه زیبا چراغان شد. ما تا بند امیر هم رفتیم و تا بعد از دهن دروازی بند امیر سرک خامه بود و تا حد مردم با مشکل مواجه ساخته بود. و دیگری که در قسمتی که بتوانیم ساعات تاریخی را بیشتر از این با شکوه تر ببینیم، برنامه مطمئنن روی دست باشه که مردم مکال میبینن اونا خبر باشن از این مسئله و بتوانن که اونا هم روزگار بیاین اینجا و از این خوبی های بامیان دوباره استفاده کنن، دیدن نماین. شما میفهمین که بامیان یعنی یک بند امیر نیست، یک بودا نیست. بامیان ساحات بسیار تاریخی و عظیم و کهنی داره که هر جای از این برای باستان‌شناس‌های ما، برای گردشگرهای ما، برای توریست‌های ما جای برای تفریح، برای تحقیق و برای بازشناسی آثار است. ما سرخوشگ غندک داریم، ما زهاک داریم، ما چلبرج داریم، ما غلغله را داریم، ما گورگین داریم، ما بربره داریم و خیلی از جاهای دیگه که واقعا بسیار بسیار مهم است برای بامیان و برای تاریخ باستانی افغانستان. و در این ارتباط اداره بامیان یکی از موضوعاتی که به شدت روی از کار میکنه و ما به زودی رایزنی خود همراهی کابل هم شروع خواهیم کرد این است که ما خواهان ایجاد یک میدان بین‌المللی در شیبرتو هستیم. شما شیبرتو رو شاید دیده باشین، یک ساحه است بین بند امیر و بامیان و اونجا یک دشت بسیار وسیع و بسیار مستعد است و تمام امو استانداردهایی که باید یک میدان بین‌المللی داشته باشه از نظر محیط، فضا، زمین و مساحت او داره و بسیار عاری از نگرانی خواهد بود و بسیار با اطمینان سفر خواهد کرد. بنابراین تنها چیزی که فعلا اداره بامیان سر از او کار میکنه و برش گلویت بسیار مهم است علاوه بر بحث های دیگه که ما شما در زمینه استخراج معادن و مسائل دیگه انجام دادیم، بحثی همین میدان هوایی بین‌المللی شیبرتوس. اگر ما ایره بتونیم بخیر در بودجه ملی سال 1400 که یک سال بسیار مبارک است ما شامل کنیم، یقینا بامیان تغییر خواهد کرد، گردشگری احیا خواهد شد، فرصت های بسیار جدید شغلی برای مردم بامیان فراهم خواهد شد و بامیان دروازش برای جهان باز خواهد شد. یک قدر ضرور است که بیخی باید ما یک سنن دیگه سفر نکنیم با عبادت تاریخی بامیان، با صحه باستانی بامیان و با صحه طبیعی و گردشگری بامیان باید از همی لحظه کار شروع. این قدر ضرور است، یعنی با اصطلاح هم یعنی بعد از نماز و عبادت فرضی کار با بامیان ضرور است. بله، ما در وصول عبادت تاریخی داخل مغاره و داخل بودا برق نمیوانیم ولی از دور برش برق میندازیم و روشنایی شود که مردم بیا شوارو ننداره بامیان و ننداره
دیده جهانی را داشته باشه. سلامت و صحیح بامیان دی ټول افغانستان ده و دی ټول افغانستان افتخار ده. امید داده چه ټول افغانان او ټول دنیا را سی بامیان بگیره.